بله دوستان عزیز، ادامه ای صبح فرداست و همچنان نیایش بود که با هم یک جا تماشا کردیم و شنیدیم. در این بخش برنامه ما قهرمان ها را با خود داریم که بیشتر با خودشان معرفی میشه. بله، معمولا روزهای پنجشنبه در بخش نخست ما مصاحبه ما با ورزشکارا و در رشته های مختلف است. در بخش اخیر هم آقای سید علی کرمانی گزارشگر ورزشی ما خبرهای داخلی و خارج افغانستان را ما و شما میرسانن. اما در صورت فرصت ما وقفه های ثابتی هم داریم که همون خلاقیت و کارتون است که برای اطفال نازنین پخش خواهد شد. آقای محمد زمان رضایی استاد در بخش جیتسو در برنامه حضور دارن. وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید آقای رضایی. خوش بزنده باشیم. برنامه یاد خدا بخشنده مهربان. سلام خدمت شما و بنده های محترم. محمد زمان رضایی هستم، یکی از مربیان فدراسیون ملی جیتسو افغانستان. بسیار خوب، میشه که شما بخش و رشته تون معرفی کنید که در کدام نهاد فعالیت دارین و چه رقم تمرین در کل؟ خب تمرینات ما خو برای فعلا خو کمک ذره از خاطر امارات اسلامی به تعویق افتاده بود. سه ماه میشه که ادامه دادیم. خب دوباره شروع کردیم یک مسابقات امارات دادیم که تحت نظر فدراسیون ملی جیتسو افغانستان بود که در بین ولایت های کابل و کلاب های کابل بود که 11 ولایت شرکت کرده بود و 18 کلاب های کابل. خب که توانستیم 4 عده وزنی رو بگیریم. بسیار عالی. بسیار خب استاد، از دستاورد هایتون بگین. در این مدتی که شما تمرینات داشتین چی دستاورد هایی داشتین؟ خب من مدت 3 سال میشه که تدریس میکنم و دستاورد های من شاگرد های ما هستند دیگه، خودتون خبر دارین که در مدت 3 سال میشه که تدریس میکنم. خوب شاگرد ها رفت آمد دارن دیگه زیاد، از خاطری که بخش جیتسو در می از تربیت بدنی زیاد چی نمیشه، سپورت نمیشه، حمایت نمیشه، زیادی در ایمه میرن. ایمه میرن چون یک بخش تجارتی هست. خب ما دستاورد های ما خب زیاد هست. دو تا از بچه ها در تیم ملی عضویت تیم ملی دارن در بخش در مدت 3 سال. و دیگه 4 عده وزنی را تنیستیم که در کپ قهرمانی امارات بگیریم. میشه که قهرمان ها را نام بگیریم کسایی که دستاورد دارن یا در تیم ملی را یافتن؟ آقای رضایی تیم ملی محمد سرور حسینی هستن، دیگه عزیزالله هاشمی. بسیار خوب. چه پلان ها در آینده دارین بخیر؟ خب پلان های زیاد داریم مگر حمایت شویم. پلان های ما خب بسیار زیاد هست. یکی از آرزوام این است که بتونم شاگردان زیاد در موضوعات تیم ملی داشته باشم تا بتونه در سطح جهان بدرخشه. انشاءالله. خب از دستاوردهای خود صحبت نکردین استاد، که از کی شما به ورزش رو آورده بودین و چند سال میشه که در بخش جیتسو یا سایر رشته ها کار میکنین؟ من خود مدت 10 سال میشه که ورزش میکنم. دستاوردهای خوب بیرون مرزی نداریم به خاطر که حمایت نمیشیم، به خاطر فدراسیون ملی جیتسو که از اصلیش کمتر هستن. 3 نفر اصلی داریم و چیز فدراسیون رزمی که هست زیاد هستن. اصلیش در خانه 90 یا 60 نفر میاد. به خاطر دمزی نتانستیم که شرکت کنیم در بیرون مرزی، اصلیش کمتر بود و 15 نفر زیاد نمیشد. درست. استاد میشه بگین چه تفاوت بین فرق ورزش جیتسو و دیگه ورزش ها داره که شما گفتین به این عرصه توجه هم کم است؟ چرا؟ علتی به نظرتان چیست؟ خب علتی نداره، به خاطر که فدراسیون ملی جیتسو کسی که باید یک فایتر واقعی شوه، یک فایتر میکار شوه یا ورزش های رزمی را یاد بگیره، اولتر باید ورزش جیتسو را یاد بگیره. درست. به خاطر که سرنشان داره، حرکت های شکست داره، به خاطر از این باید اول ورزش جیتسو را پیش ببره تا بتونه در سبکای ایمه ورزش های رسمی شرکت کنه. به خاطر که یک رشته است که کلان زمینی زیاد داره و سرنشان و حساب سرنشان های خیلی جالب داره. به خاطر از این باید همین سبک جیتسو را اول یاد بگیره. خیلی خوب. فعلا در چه قالب کلاب دارین تمرین میکنین یا تمرین ها متوقف هست؟ چرا خمس فعالیت های شما قائل زود؟ نه فعالیت ها هست، همین 4 ماه را که گفتم یا 3 ماه را فعالیت داریم. در کدام کلاب مشخص؟
کلاب شهید محمد باقر است. خب بسیار خوب. شهید محمد باقر. و در آینده مسابقه های هم هست پیش روی قهرمان ها یا فعلا مشخص است؟ مسابقه هست، اگر مسابقه تیم ملی داریم بخیر، اگر اسپانسری شوه و این ما را اگر اسپانسری بکنه بعد از ماه روزه یا پیش از ماه روزه همین مسابقات تیم ملی داریم. من حدود کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه. باز خاص های شما برای بهبود کار شما چی است که حمایت شما از کارها چه کارها موثر است به نظر شما؟ باید می اول تر خوب باید اسرع ورزشکارا را زیادتر بکنه تا ورزشکارا از نگاه تغذیه و از نگاه حمایت زیادتر شوه. دیگه حمایت های تربیت بدنی و می دولت باید داشته باشیم تا بتونیم که همی مسابقات تیم ملی خود بعد از تیم ملی مسابقات بیرون مرزی را یک ذره زیادتر بکنیم، به خاطر که بچه ها خوب زیاد بین کلاب ها و تیم ملی زیاد مسابقه دادن و آرزو داره که بیرون از کشور مسابقه های زیاد بیتن تا بتونه همی بیرق سرنگ افغانستان و اعتزاز در بیاره. انشاءالله. استاد جوجیتسو رو میتونی از چند سالگی باید شروع کنیم به نظرتان؟ یک سن مشخص هم داره؟ نه، سن مشخص ندارم، به خاطر که یک ورزش بسیار خوب است. جوجیتسو که هست خوب ورزش های رزمی زیادتر باید خورترک ها باید کار نکنه، به خاطر که از نگاه قد یا همی چیز زیاد ثقل داره. همی ورزش هایی که هست چون فیزیک زیاد میزنه، حرکت های ثقل است، ثقل داره. باز بخش جوجیتسو که هست کلان حرکت هایی هست که خیلی خوب است، چون ذهن بچه ها را آزاد میکنه، باز میکنه، چون حرکت های هستن که بسیار جالب است، اگه این یاد بگیرن با ذهنش هم خوب میشه، آزاد میشه. امروز در برنامه استاد رضایی از کدام قهرمان ها بخیر صحبت میکنن؟ بعد از شما اگر معرفی کنین که چی دست آورد دارن که اینها را بخیر بخواییم اینجا تا برید. سرور حسینی است و عزیزالله هاشمی. خب دست آوردشان موفقانه بسیار زیاد است و عضویت تیم ملی هم داره اردش. خیلی خوب، خیلی خوب. میان برنامه بسیار کوتاه را تماشا کنین. از جناب آقای رضایی جهان سپاس که در برنامه حاضر شدین و ما رو با دستاوردهای قهرمان آشنا کردین. بسیار خوش آمدین، وقت شما بخیر. از شما شروع کنیم، هم معرفی و هم مقدم. به نام خداوند بزرگ و مهربان. محمد سرور حسینی استم، یکی از جوجیتسوکاران افغانستان و عضویت تیم ملی را نیز داشته می باشم. تبریک باشه. چند سال میشه عضویت تیم ملی هستین؟ دو سال میشه گیره. دو سال میشه. خیلی خوب. بسیار عالی. و شما؟ از الله حسینی استم، یک تن از ورزشکاران رشته جوجیتسو. بسیار عالی. از الله چند سال میشه که خودت ورزش میکنی؟ مرا یک 8 سال میشه. 8 سال. چه دستاورد هایی داشتین تا به همین؟ تا عالی، دستاورد های خیلی خوبی داشتیم. تقریبا یک 15 تا مدال گرفتن. بسیار خوب. از محمد سرور ما مستند نشان میدیم دوستا مدالایی که گرفتن و تقدیم نامه هایی کسب کردن در بخش، تنها در بخش جوجیتسو بوده یا سایر رشته ها؟ بله، بخش جوجیتسو. خیلی عالی. شما دوستای عزیز بیننده هستین که مدال های بسیار زیاد است، اگر صحبت کنیم محمد سرور جان در موردشان. بله، ما مدتی 10 سال میشه که ورزش میکنیم و 2 سال میشه که حرفه‌ای در بخش جوجیتسو ورزش میکنیم، چون جوجیتسو رایش باز است برای مسابقات خارجی و دیگه فعلا ورزشکاران فعالیت زیاد داره. دیگه این مدال‌ها رو که شما می‌بینین در مدت 2 سال بعد از سال در مسابقات گونه در اخر شما دیگه سال لوح تقدیر تانم بگین. این لوح تقدیر میکس آخرین مسابقات بود که تحت نام کپ امارات بود. در این مسابقات 90 ورزشکار از سراسر کشور اشتراک کرده بودن، از بهترین جوجیتسوکارا بود که در این مسابقه خوشبختانه تونستیم که قهرمان وزن منفی 69 کیلوگرم شویم و در کابل شرکت کردم. بله، در میزبانیش ولایت کابل. شما اول هم شدید ماشاءالله. بسیار خوب. دوم از کدام ولایت بود؟ دوم عارف، دوم از ولایت هرات بود که هراتی ها رو در دوم رساندین. بله، بسیار عالی. و این تقدیر نامه حکم قهرمانی است. بله، این هم حکم قهرمانی است که مسابقات ما هم در کابل بود. دیگه تقریبا 8 تعریف داشتم که در این مسابقه هم اول شدیم. خب پس همه دستاورد ها رو شما گرفتین دیگه. بسیار زیاد. مسابقات بدون مرزی نداشتین؟ مسابقات بدون بیرون مرزی نداشتیم، به خاطر که سابقه ما کم است در جوجیتسو. دیگه آخرین
زمینش بود پیش از اینکه دولت امارات بیاد دیگه برای مسابقات جهانی انتخاب شدیم. متاسفانه که دولت دیگه یکم تغییرات آمد دیگه نتونستیم در مسابقات اشتراک کنیم، اما داینده ها انشالله انشالله ماشالله. میبینید که چقدر تقدیرنامه های محمد سرور تخلص شما حسینی. آقای حسینی چقدر زیاد است در بخش جدسوز زحمت های زیاد کشیده که همه شاید نشان بدیم چون فرصت برای قهرمان دیگه منایمان بله و اینجا ما هم مدال های عزیز الله رو برشان نشان تیم تخلص هم آقای عزیز الله حسینی آقای یعنی آنم یشک در مورد صحبت در مورد صحبت کنین خصوصا در مورد ای یه یک تقریبا یک سه سال پیش بود یک مسابقات بین ولایت و کابل خیلی خوب با چندم شد ابرین؟ جدیدن کدام دستاورد دارین مسابقه؟ جدیدن کمی سرور حسینی گفتم که یک هفته پیش بود اونجا لوح تقدیر هم حکم قهرمانی مازد نه سرف اول آدم زاده اول مگه حسینی نگرفت سرور حسینی؟ نه در ردای وزنی ردای وزنی شما این هم وزن نیست نه؟ نه نه یه هم قهرمان چه تایی خیلی خوب آقای حسینی میشه در مورد لوح تقدیرتون صحبت کنین حکم قهرمانی حکم قهرمانی که میبینین یه اولین مسابقه ام بود که تقریبا 1393 گرفتم لوح تقدیر خیلی زیاد است یعنی فرصت نمیشه که ما کلشان نشون بدیم ولی کلشان نگا این لوح تقدیر میبینین با تقدیری از طرف تیم پاکستان بود که به خاطر بهترین بین ورزشکارای چند تقریبا 200-300 نفر بهترین فایتر برآمد از خود شما در کابل این مسابقه رو داشتین در پاکستان نه در کابل داشتیم خب پاکستانی ها رو اینجا زدین بله خیلی باز چندم شدین اول شد خب هر کدام ماشاءالله یک سابقه خیلی طولانی در بخش جویدسو دارین در آینده چه تصمیم ها هست شما اگه سوال کنیم در آینده دیگه زحمت تلاش زیاد ما میکشیم دیگه امید ما طرف دولت است که ما را حمایت کنه زمینه مسابقات بین‌المللی را برای ما فراهم کنه تا بریم چون ما هر چه زحمت بکشیم اگه زمینه برای ما فراهم نشه نمیتونیم دیگه بله زمینه که فراهم شه ان شاء الله ما آمادگی داریم در مسابقات بین‌المللی بریم و نام کشور خود را بلند کنیم امتیازات چطور است فعلا در تیم ملی که شما حضور دارین امتیازات چشمگیر نیست دیگه اما تو خوب است فقط عضویت تیم ملی را داریم یعنی این کلان افتخار بله افتخار است برای ما دیگه امیدی امتیازات مادی زیاد نیست که حل مشکل کنه برای ورزشکار آقای حسینی فایده خب هیچ ورزش بدون فایده نیست آیا ضرر هم داره؟ بله اگر از رشته جویسو بگیم هیچ ضرر نداره چون که یک سبکی هست که در نفر دمو ذوقش مثلا دمو مورد علاقهش هست مثلا سبک فول کانتاک هست دست و پای کار میشه کسی که مثلا بخواید دست و پای کار کنه فول کانتاکت میره کسی که میخواد نیوزا کار کنه سبک نیوزا فقط پرتاب و شکست خفق داره که بسیار خفق هم داره بله قضیه واسه خفق میشه بعضی بخش فایتینگش هست که کنترلی کار میشه کنترلیش هر کسی که مثلا میخواد اوگار نشه دیسپوی داره پرتاب داره کل چیزا رو بخش کنترلیش هست این ابزار معرفی نکردین قراره که در بخش عملی نشون بدین بله این ابزار مونچکو میگه ای در جمله سلاح سرد میره در جوجیسو مانچکو چوب شمشیر چیزا هم کار میشه کسایی که علاقه داشته باشه همچنان دفاع شخصی دفاع اسلحه این یک از بخشایش هسته خیلی خوب است قراره که یک جا یک نمایش اجرا کنین یا تک تک میشه که کارش نمیده فضایی که شما میشین بله امکانش هست تنها یک نمایش اجرا میکنم خب تنها اجرا میکنین شما شما اجرا ندارین خیلی عالی بسیار خوب دوستان ما پس مایک شما را تنظیم کنم شما بلند شید برای ببینیم که مایک شما کلا جدا بسیار نفته ورزشکارا تنها چیزی که داره جیبش بسیار کم است نه بخواد پیسه کم است شما میشین اینجا اجرا کنین دوستان با این نمایش این قسمت رو بپاید میرسانیم مایک نفته وقتی تنظیم نه انشاءالله بخاطر که جوجیتو شد حرکت هایش چی است ماشاءالله تو کدام وقت نشد این تمرین دارید بزنی؟ نه دیگه وزن هم داره؟ فقط یک تمرین است یا سایر تمرین هم داره جای تسو؟ سایر تمرین هم داره ولی شما با چکو چکار کردید؟ چوب داره، منچکو داره، شمشیر داره
دیگه یک بخش کوچک یک چاقو داشته باشه مثل متقاعد یک کس دیگه نمیتونن دیگه. بله بله. خیلی تشکر از شما و گفتنی خاص نمونده باشه. میریم سراغ قهرمانای دیگه که منتظر صحبت. سلامت باشین دیگه، کدام گفتنی خاص نیست. آقای شما تشکر.